من جزی از اون آخرین نسلی هستم که روزنامه و مطبوعات کاغذی هنوز جزی از سبد خرید خانواده محسوب می شد و روزای اوج دکه های روزنامه فروشی رو هنوز به یاد دارم. برای خیلی از ماها این وضعیت، این خاطره، این تصویر که یکی از اهالی خانواده وارد بشه با یه بغل روزنامه و هر کدوممون به فراخور این که چه علاقه ای داریم یه قسمتیشو برداریم و شروع کنیم به خوندن، بخشی از خاطرات محو ناشدنیمونه. این که توی عکس‌های یادگاریمون یک یا چند تا عکسی وجود داشته باشه که یه گوشش یک آدمی فارغ از بقیه با اون جست مخصوص روزنامه خونی نشسته باشه یه گوشه و غرق توی کلمه ها شده باشه چیز عجیبی نیست. یا حتی این که بعد از یه مدتی روزنامه ها کاربرد متفاوتی پیدا بکنن و از آرشیو گرفته تا جلد دفتر و کتاب یا نمیدونم بین ظرفا توی اسباب کشی و شیشه های عید همراهیمون بکنن یه تصویر قشنگه. حتی این که وقتی که سبزی خوردن هامون رو داریم پاک میکنیم چشممون دنبال کلمه باشه توی اون متن تاریخ گذشته‌ای که زیر اون گلریزه ها و ساقه هاست و وقتی یه کلمه چشممون رو گرفت اون روزنامه رو از زیر اون سبزی ها بکشیم بیرون و شروع بکنیم به خوندنش برامون چیز عجیبی نیست. اینا اما برای من بیشتر از اینکه نوستالژیک باشه در ستایش کلمه است، در ستایش اون محملی که در طول زمان به فراخور هر وضعیتی که بوده ما رو به جامعه و به همدیگه گره زده، در ستایش روزنامه. یادمه که یکی از دکه های روزنامه فروشی معروف اصفهان، یعنی شهری که من توش بزرگ شدم، سر یه چهارراهی بود به اسم چهارراه حکیم نظامی. مدرسه راهنمای من همون نزدیکی‌ها بود و من صبح‌ها هزار رنگ سر علم می‌چیدم که زودتر از خونه بیام بیرون و خیلی زود خودم رو برسونم بین اون آدم‌هایی که وایساده بودن هول‌هولکی روزنامه‌ای بخونن یا بخرن. برام تیتر اون روزنامه‌ها خیلی مهم نبود، برام مهم بود که خودم رو بین اون دسته روزنامه‌خون‌ها که از هر قشری بودن جا بکنم. واقعیتش کم کم استراتژی من یاد گرفته بودم، بسته به اینکه حالم با کی خوب بود خودم رو تو دسته اونها جا می‌کردم. صف زنهای خونه‌دار، صف کارگرای سر چهارراه یا صف نمیدونم راننده تاکسی ها یا حتی دانشجوهایی که می‌خواستن برن دانشگاه. کم کم آدم‌های ثابت اونجا منو شناخته بودن و جام هم مشخص شده بود. قرارش این بود که من دم روزنامه ها بایستم و هر کسی هر روزنامه ای میخواد و دولا بشم از زیر اون سنگ بردارم و بدم دستش. فکر میکنم که این کار ویژه رو هم پیر مردا برام جا انداخته بودم و محرکش هم کمردردشون بود. اینجوری شده بود که من بیشتر روزهای دوران راهنماییم رو دیر رسیدم مدرسه، ولی خب کادر مدرسه میدونستن سرم کجا گرمه. حتی یه وقتایی شده بود که معلم‌ها تا میومدن برن مدرسه به هم گفتن فلانی چند دقیقه دیگه باید سر کلاس باشی. دوران دبیرستان اما خیلی چیزا تغییر کرده بود. پول تو جیبیم بیشتر شده بود، به چند تا دکه روزنامه فروشی دیگه سر میزدم. یادمه که چند باری توی دست دبیر ادبیاتمون مجله بخارا دیده بودم. بخارا اون موقع حدوداً 10,000 تومان بود. برای پول ماهیونه من 10,000 تومان پول زیادی بود. اما می خریدمش و از فاصله روزنامه فروشی تا خونه اینجوری می زدمش زیر بغلم و یه جوری که همه ببینین من بخارا می خونم. زیر و روش میکردم در حالی که هیچی ازش نمیفهمیدم. دور همه کلمه هاش خط میکشیدم، از این و اون راجبش میپرسیدم. یه وقتای الان به این فکر میکنم که اگه اون موقع من دور اون کلمه ها خط نمیکشیدم یا اگه اون آدم ها توی صف روزنامه فروشی منو بین خودشون راه نمیدادن و اصلا منو نمیدیدن یا حتی اگه کادر مدرسه به خاطر دیر رسیدن سر صف
مؤاخذه میکردن و حتی اگه که خانواده‌ام به خاطر خریدن مجله‌ای که نه ازش سر در میآوردم و نه خریدنش میتونست توجیه اقتصادی داشته باشه شماتتم میکردن، احتمالاً اینجایی که الان ایستادم نه ایستاده بودم. اون موقع ها اما آدم های توی روزنامه ها و مجله ها شبیه آدم برام نبودن، خیلی عجیب و غریب بودن، اصلا انگار که ازشون کلمه و واژه میریخت، خیلی خیلی عجیب و غریب و خاص بودن. اون موقع ها رسم نبود که خیلی زیاد عکس آدم ها رو پایین متنشون بزنن، برای همین من هیچ وقتی توی اون زمان ها با خودم فکر نکردم که یک روزی یک جایی ممکنه که عکس منم لابلای این روزنامه ها و مجله ها و اسمم باشه. راستش نه اون موقع نه الانم به قانون جذب معتقد نبودم و نیستم. بگذاریم. من دقیقاً جزی از همون نسلی هم هستم که وقتی وارد دانشگاه شد اساتیدش نسبت به روزنامه نخوندن هشدارش میدادن. همون دسته از اساتیدی که تازه نفس بودن و سعی داشتن که چارچوب‌های خشک آموزش و امتحان رو به چالش بکشن. یه زمان دانشجوییم یه پراید هاچبک سفید رنگی داشتم که وقتی برمیگشتم خونه اون صندلی عقبش رو پر از روزنامه و مجله می‌کردم و به خاطر این کار به خودم میبالیدم. یادمه که اگه اون زمانای مثلا روزنامه اختار میگرفت یا مثلا نمیدونم بسته میشد و اگر کسی به یه همچین واقعی در گذشته اشاره میکرد میرفتم ته و توشو در میآوردم راجبش میخوندم و یه احساسی به هم دست میداد انگار که تاریخچه شفاهی روزنامه نگاری ایران رو توی صندوقچه سینم دارم. این به هم این امکان رو میداد که فردا روز توی صفحه روزنامه فروشی حرفی برای گفتن هم داشته باشم. این زمان دقیقا زمانی بود که اگرچه دکه های روزنامه فروشی روزگار افول خودشون رو داشتن طی می‌کردن، اما من تبدیل به جوونی شده بودم که مجالی برای عرض اندام داشت پیدا می‌کرد و خوب حرف می‌زد. خلاصه اونقدر سودای کلمه داشتم و اونقدر قدرت و انرژی روزنامه رو درک کرده بودم که یک بار یادمه در جواب یکی از همون استاد تازه نفس ها که آخر امتحانش از همون پرسیده بود به نظرتون حلقه مفقوده جامعه شناسی امروز ایران چیه، نوشته بودم نوشتن توی روزنامه. یه رویایی من همیشه داشتم که آکادمی رو با جامعه از طریق رسانه پیوند بزنم. یه تصویری اون موقع که جوونک آرمانگرایی بودم توی سرم بود که وقتی سوار تاکسی میشم یا نمیدونم میرم خرید، آدم‌های حرف‌ها و تحلیل‌هایی که میگن اینجوری باشه که به خودم بگم که آهان این دقیقاً عین تحلیل فلان جامعه شناس، فلان اندیشمند یا بهمان نظریه پردازه. این تصویری توی ذهنم داشتم که وقتی یه تحلیل خوبی ارائه میشه فقط اهالی جامعه شناسی و علوم اجتماعی ازش سر در نیارن. این زمان اما چند تای نویسنده و روزنامه نگار رو اینها شناخته بودم و میدونستم که اونها از جنس کلمه نیستن، از جنس گوشت و پوستن. القصه زمان گذشت، میتونم بگم دیگه اون شور و شرها از سرم افتاده بود و به واسطه یه خورده پژوهش هایی که در رابطه با زنان و خیریه ها انجام می دادم، یه رفیق روزنامه نگاری یک روز به هم زنگ زد و به هم پیشنهاد داد که توی صفحهی به اسم صفحه سمن های روزنامه شون به طور هفتگی بهش یادداشت بدم. منم اون روز و هم چندین روز بعدش که منتهی به نوشتن اولین یاد داشتم توی روزنامه شد رو به خوبی به یاد میارم. اگر اون جوونک آرمانگرایی که دلش میخواست که برای زمین و زمون درسنامه های جامعه شناسی به زبان ساده بنویسه قرار بود که اولین یاد داشتش توی روزنامه رو بنویسه، احتمالاً
احتمالاً یکی از تئوری‌های پایه‌ای جامعه شناسی سازمان‌ها رو برمی‌داشت، خلاصه می‌کرد و می‌نوشت. اما من این روزها سوار تاکسی می‌شدم، برخلاف سال‌های گذشته‌اش با اتوبوس رفت آمد می‌کردم، توی کوچه و خیابون با آدم‌ها حرف می‌زدم و این باعث شده بود که از تحلیل مردم شگفت‌زده بشم، از دایره لغاتشون، از همه چیز، و این باعث شده بود که بفهمم که با هر کسی طرف نیستم، با آدم‌هایی طرف بودم که اعتراف می‌کنم که تا مدت‌های خیلی زیادی دست کمشون می‌گرفتم. این بلاییه که گریبون خیلی از ماها رو گرفته، این که فکر کنیم که به واسطه تخصصمون خیلی از مردم عادی بالاتریم، یا فکر کنیم که اونها حرف ما رو نمی‌فهمن. بگذریم. اولین یادداشتم رو نوشتم با این عنوان: زبان، زنان و مسئله سرپرستی. اگه بخوام خلاصش رو بگم، توی اون یادداشت به این پرداخته بودم که چرا ما نباید از واژه‌هایی مثل زن بد سرپرست یا زن بی سرپرست استفاده بکنیم. یادداشتم رو که نوشتم دادمش به یه دو سه تا دوستی که تجربه نوشتن توی روزنامه رو داشتن. بازخوردا ولی ناامیدم کرد. بازخوردا اینجوری بود: حواست هست که واسه دانشگاهی ها نمی نویسی؟ می دونی که از یه آدم کم سواد تا یه آدم خیلی فرهیخته قراره اینا رو بخونه؟ خیلی متنت سنگینه. جا خورده بودم از این دوگانه سازی بین فرهیخته و عامه، خسته بودم و نمی تونستم برای همه توضیح بدم که اصلا من رفتم مطالعات فرهنگی خوندم چون از این دوگانه خسته بودم. اما خب در این حال متنم چند تایی اصطلاح تخصصی داشت که اصلاحش کردم. متنش روزنامه نگارانه نبود اصطلاحاً. من هم اون موقع روزنامه نگار نبودم. نتیجتاً به کمک اون دوست روزنامه نگارم متنمو تعدیل کردم. اما همچنان بازخوردها همون بود: متنت خیلی سنگینه و احتمالاً کسی ازش سر در نمیاره. به یه جایی رسیدم که قرار بود تا شب متنم رو نهایی کنم و هیچ چیزی قطعی نبود. نمیدونستم باید چی کار کنم. ناامید شده بودم و یه راه حل به ذهنم رسید. یادداشتم رو پرینت گرفتم. رفتم توی فضای سبزی که جلوی خونه مامانمه. نگاه کردم دیدم یک تنها کسی که اونجاست یکی از خانم‌های همسایه است که پاشو انداخته روی پاش و داره دویدن نمش رو تماشا میکنه. شهامتم رو جمع کردم، رفتم جلو، متن رو دادم دستش و موضوع رو براش تعریف کردم. و ازش خواستم که متن رو بخونه و به من بگه که از متن چی میفهمه، هرچی به ذهنش میرسه. متنم رو ازم گرفت، یه نگاهی روش انداخت، یه نگاه خیلی سرسری. کاغذ رو به هم پس داد، با یه جست خاصی به هم گفت: تو قبول نداری هر زنی میباد یه سرپرستی داشته باشه؟ شاید باورتون نشه، ولی این تنها گزاره مرد سالارانه ایه که من توی عمرم ازش احساس خوشحالی کردم. اون متن منو فهمیده بود و این تنها چیزی بود که من از متنم میخواستم. یادداشتم رو فرستادم، چاپ شد و من هنوز توی روزنامه مینویسم. حتی یه مدت کوتاهی دبیر یک صفحهی به اسم صفحه زنان توی همون روزنامه بودم و الان اینجا وایستادم که بگم من همچنان هم معتقدم که حلقه مفقوده بسیاری از حوزه‌های علوم و دانش عدم ارتباطشون با رسانه است. اشکالشون بسنده کردن به آکادمیه. اگه من اومدم اینجا، اومدم که بگم که اگر ما قرار از طریق رسانه با آدمهایی که بهشون میگیم آدمهای معمولی عادی گفتگو بکنیم، لازم نیست زبونمون رو تغییر بدیم. فقط کافیه که به قواعد ارتباطات احترام بگذاریم، نقد اهالی رسانه رو بپذیریم، از نقد شدن نترسیم، اما از برج عاجمون بیایم پایین. اگه سخت می نویسیم یا زبونمون ثقیله، مهمتر از همه اینه که چیزی برای عرضه کردن داشته باشیم. مهمتر از همه اینه که آدمها رو به رسمیت بشناسیم. اونها ما رو خواهند فهمید. متشکرم.